برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بخش کمربند سبز جنوبی وابسته به آستان مقدس عباسی کاشت بیش از 40,000 نهال و گلهای فصلی را آغاز کرد. تنویر صادق سعید، یکی از پرسنل این بخش گفت با توجه به نیاز بستانهای کمربند سبز که تعداد آنها 24 بستان است، به انواع مختلف نهالهای فصلی و درختان، این بخش ساخت گلخانه در بستان شماره 32 را آغاز کرد که در آن سبزیجات، درختان و گلهای موسمی کاشته و به دو بخش تابستانی و زمستانی تقسیم می شود و تعداد آنها حدود 40,000 نهال متنوع است. خانواده های آسیب دیده از زلزله های اخیر در غرب افغانستان که همکنون زیر چادرها زندگی می کنند می گویند که سردی هوا بیشتر کودکانشان را بیمار کرده است. هزاران تن از شهرستان ها و شهر هرات به دلیل ترس از وقوع زلزله های احتمالی خانه هایشان را ترک کردند. شبها را در جاده ها و پارک ها سپری می کنند. تندبادهای پاییزی، طوفان و سرمای شدید زندگی آنان را با مشکل روبرو کرده است. در بیشتر از 3 هفته پیش ده‌ها زمین لرزه نیرومند و پس لرزه هرات را تکان دادند. دو زمین لرزه که در 2 روز پیش هرات را تکان داد باعث هراس بیشتر در میان ساکنین این استان شده است. سازمان ملل متحد می‌گوید به دلیل شدت گرفتن خشونت‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو تعداد آوارگان داخلی در این کشور به 6,900,000 نفر رسیده است. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، جمهوری دموکراتیک کنگو با یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در جهان روبروست. با این حال، عملیات سازمان بین المللی مهاجرت در جمهوری دموکراتیک کنگو با کمبود بودجه شدید روبروست. بنابر اعلام این نهاد، در این کشور 26 میلیون نفر گرسنه‌اند و نزدیک به 8 میلیون نفر به کمک فوری نیاز دارند.